سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با یه مسئله از بحث شیرین درصد خلوص. یه نمونه به جرم 50 گرم از یک سنگ معدن هماتیت را در مجاورت مقدار کافی کربن در دمای بالا قرار میدهیم. خب 50 گرم، پس سنگ معدن داریم تا به طور کامل با یکدیگر واکنش دهند. اگر طی این فرایند جرم نمونه به 44 گرم، این بهش خیلی مهمه، یعنی از 50 گرم رسیده به چند؟ 44 گرم. پس از 50 گرم رسیده به 44 گرم، یعنی 6 گرم جرم ما چی شده؟ کم شده، ما کاهش جرم داریم. گفته درصد خلوص آهن سه اکسید در نمونه اولیه چقدر هست؟ خب دوستان توجه بفرمایید، اکثر بچه ها میگن خب این 6 گرم کاهش جرمه مربوط به خروج گاز از ظرف واکنشه، چون اغلب تست هایی که حل میشه و دانش آموز باش سر و کار داره تو کتاب تست ها و اساتید در واقع میگن این 6 گرم کاهش جرم رو مربوط به خروج گاز از ظرف واکنش میگیرن. خب اینجا یه مقدار سبکش متفاوت تر هست. زمانی شما میتونی این 6 گرم رو مربوط به این CO2 بگیری که این 50 گرمه چی باشه؟ مربوط به کل واکنش دهنده های من باشه، چون قانون پایستگی جرم میگه اگر این سمت کلن اگر باشه 50 گرم، این ورم کلن باید باشه چقدر؟ 50 گرم. خب پس این 6 گرم کاهش جرمه مربوط به چی میشه؟ خروج گاز از ظرف واکنش میشه. اما در این سوال همچین چیزی نگفته، گفته 50 گرم فقط چی داریم؟ F2O3 داریم. خب پس برای حل این سوال شما نمیتونی با تاکتیکی که به صورت معمول در تست ها استفاده میکنی در این سوال حلش رو انجام بدی. حالا سبک حل کردن من رو نگاه کن، با یه تناسب به راحتی من متوجه میشم Fe2O3 خالص من چقدره. خیلی راحت دقت کنین، Fe2O3 جرم مولیش 160 گرم بر موله. شما این سمت واکنش دهنده ها دو تا چی داری؟ Fe2O3، یعنی دو تا 160 داری. خب یه تناسب ببندیم، یه تناسب خوشگل، میگیم به ازای دو تا 160 Fe2O3 که اینجا من دارم، خب این سمت رو نگاه کن، اکسیژن خارج شده اما Fe هست، دو سه تا 6 تا، یعنی 6 تا اکسیژن من چی شد؟ از ظرف من خارج شد که اینور Fe برای من Fe جامد باقی مون. پس در واقع به ازای دو تا 160 من 6 تا 16 تا در واقع جرم مولی اکسیژن هست دیگه، من چی دارم؟ گاز خروجی دارم، یعنی کاهش جرم دارم. پس به ازای دو تا 160 6 تا 16 تا من اکسیژن خروجی یعنی کاهش جرم دارم. پس کاهش جرم من مربوط به خروج چی بود؟ این اکسیژنه بود، نه مربوط به CO2 خروجی. خب حالا 6 گرم من کاهش جرم دارم، اگر 6 گرم من کاهش جرم داشته باشم که بازم مربوط به همون اکسیژنه هست. خب این 6 با این 6 با هم میره، 16 با 16 میره و جواب من میشود چند؟ 20. پس 20 گرم چی دارم؟ Fe2O3 خالص دارم. خب آقا 20 گرم Fe2O3 خالص دارم، میخوام درصد خلوص به دست بیارم. 20 گرم خالص، ناخالص کل که چند بود؟ 50 گرم بود. پس 20 به 50 ضرب در 100 که میشود 40%. امیدوارم از حل این سوال لذت برده باشین. سبکی که در این سوال حل کردیم در خیلی از سوالهای مشابه که قانون پایستگی جرم رعایت نمیشه، قانون پایستگی جرم رعایت نمیشه، میشه این سبکی سوالات رو با یه تناسب خیلی ساده حل کرد. آرزوی موفقیت دارم برای تک تک شما دانش آموزان عزیزم.